سلام بر شما در فراخبر امشب. اقدام تازه برای اقتصاد افغانستان. بانک جهانی اعلام کرده که سه پروژه را در بخش های صحت، زراعت و نیازمندی های اولیه زندگی در افغانستان از سر می گیرد. اهمیت این پروژه های اعلام شده در شرایط کنونی بر افغانستان چیست؟ آیا پس از مدت ها یک خبر خوش و بزرگ می شنویم؟ و مهمتر، آیا این پروژه ها به زودی عملی خواهد شد؟ اینها و بیشتر در فراخبر. برای بحث بیشتر روی همین مورد آقایان سید مسعود استاد دانشگاه و سیر قریشی رئیس پیشین اتحادیه سرتاسری بانک‌های افغانستان با ما همراه هستند. مهمانان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. جناب استاد، بحث را با شما آغاز میکنیم. چطور شد که بانک جهانی اعلام آمدگی کرد برای سه پروژه که بالا اثر گرفته میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد. سلام بر شما، سلام بر عزیز دل قریشی و سلام بر ویزایی که میبینن. خدمت شما عرض شد که عمدتاً بانک جهانی نباید ساده فکر کرد که یک مقدمه کوچه، بلکه بانک جهانی بانک اقتصادی سیاسی است. علاوه از این کمک های اقتصادی انجام میده، باورها را خلق میکنه. از همین لحاظ است که عمدتاً اهداف های سیاسی را پیش میبره. ما میگم که عمدتاً بانک جهانی موقعی که میره باور همراهش میره، و موقعی که بانک جهانی میره باور همراهش میره. تمامی دنیا صرف نظر از یک کشورهای رو به انکشاف است، یا کشورهای صنعتی پیشرفته یا پسرفته، یا حتی عقب مانده ترین کشورهای دنیا مانند افغانستان، از تاثیرات فوق العاده بانک در حقیقت دور نمیمانه. بل از اینکه خود بانک در حقیقت مجموعی از بانک باسازی، بانک آیدیه، آیفسی، در حقیقت اونمو میگا که بیمه کلان سرمایه گذاری است، و در پالوش هم یک کمیته به نام کمیته اهل منازعات داره که به خصوص بیمه یا میگا بسیار به ما بوده است. از این لحاظ موقعی که اینا میرن و رفتن، معنا داره که در حقیقت نه حرکت های اجتماعی را انجام میتن. شما متوجه باشن که بانک جهانی علاوه از کمک های اقتصادی میکنن، در نقطه اساس اجتماع در حقیقت تاثیر وارد میکنن، سرمایه گذاری میکنن در زراعت، در تعلیم تربیت، در صحت عامه، در خانواده، و در اینجا اینا سرمایه گذاری میکنن، و در حقیقت برآمدن از اینا و درآمدن از اینا در حقیقت یک نوجدکر ایجاد میکنن در خود، یک شوکر ایجاد میکنه، یک جهش ایجاد میکنه در خود اجتماع و به خصوص در این بخشا. از این لحاظ شما اگه توجه کرده باشین، با یک حرکتی که انجام شده از جانب دولت افغانستان به خصوص مکاتب، بانک جهانی فوراً بیرون کشید خود، ما 600 میلیون دلار که برای تمویل این ساعات سطحامه و زراعت و تعلیم و تربیه و خانواده است، ما در حقیقت نمیخواهیم که بپردازیم. از این لحاظ من فکر میکنم که این یک حرکت است. حرکتی که حال انجام شده، من فکر میکنم یک نوید است و یک تشویق است برای خود دولت افغانستان تا بتواند دوباره اون تعهداتی که انجام دادن که درهای مکاتب باز میشه، او را در حقیقت مورد مطالعه قرار داده. و یک چیز دیگه میخوام اضافه کنم، وقت شما را زیاد نگیرم، این که بانک جهانی آمدنش و رفتنش باعث تشویق سازمان‌ها و کشورهای دنیا میشه. برای اینکه ما خدمت شما عرض کردیم که بانک جهانی یک بخش به نام بیمه داره. این معنا داره که سرمایه گذاری خارجی، هر سرمایه گذاری، چی دولتی چی سکتور خصوصی، در یک کشور دیگه هر جانب میگا بیمه میشه، و در خط بیمه از این مسئولیت میتوه از سرمایه گذاری خارجی وست و از شامت میتوه و جرات میتوه که در کشورهای چون افغانستان که داخل جنگ است یا داخل بحران است یا خطر غصب داری ها و دولتی شدن حتی دولتی ها چی سرمایه گذاری ها داره که توسط کودتا ها و غیره، اونو خطر ریسک انصار پایین میاره، ریسک سرمایه گذاری بانک جهانی کمتر است. از این لحاظ موقعی که بانک جهانی میآیه، بازم با یک روش آمده. مرا داره که بانک جهانی در دست از لوی امتدی آمریکا و غرب است، و در پالوش هم مرا داره که وقتی بانک جهانی دوباره میآیه، مرا داره که روی غرب دوباره به افغانستان کمی میآیه، و این در حقیقت یک نوع اطمینان بر ما میده. قربان شما. آقای قریشی، صحبت های آقای مسعود شنیدیم، و از چهار پروژه که حالا سه پروژه از او را اعلام آمدگی کرده بانک جهانی، شما چطور ارزیابی میکنین؟ آیا پس از مدت ها افغانستان یک خبر خوش و بزرگ میشنوه یا نه؟ پیام های سیاسی هم دارد. سلام خدمت شما، بینندگان تلو نیوز، همکاران تخنیکی شما و استاد معزز و بزرگوار.
ببینین قسمی که استاد بزرگوار فرمودن، بانک جهانی یک سازمان بین المللی است که 180 کشور عضویت زیر داره و اینا در قسمت تامین مالی، مشاوره و تحقیق با کشورهایی که فقیر هستند مانند افغانستان و در حال توسعه هستند، برای خاطر کمک به پیشرفت اقتصادی از اونها اینا همیشه اختصاص میدن و این بانک عمدتاً اینا به عنوان سازمان عمل میکنن که با ارائه کمک های توسعی به کشورهایی که مخصوصا درآمدشان متوسط است و کم است مانند افغانستان که تقریبا روزمره در حدود $1.90 درآمد بسیار از مردم است که در حالت فقر نشان میده، اینا تلاش میکنن که با فقر مبارزه کنن و آغاز برنامه بانک جهانی دوباره این میتونه که واقعا یک خبر مثبت ساز باشه به خاطر تشویق حتی کسانی که سرمایه گذاری در افغانستان فعلا متوقف کردن و مو یک نابسامانی وجود دارن با بیباوری وجود داره و مو اشتها وجود نداره، حتی میتونه که بالای متشبسین کوچک و متوسط اثر مثبت داشته باشه و در پولی از این نهادهای دیگه مانند صندوق بین المللی پول، بانک توسعه آسیایی، اینها بسیار نهادهای عمده و مهم هستند که در کشورهایی که در حالت توسعه هستند و فقر هستند مانند افغانستان این یک اثر مثبت می داشته باشه و در پولی از این فعلا ما با یک چالش بسیار بزرگ سیاسی و به شکل گنگ قرار داریم. درست. و خود حرکت بانک جهانی که قبلا استاد هم اشاره کردن که از لحاظ سیاسی هم رول عمده را داره میتونه که یک اثر مثبت داشته باشه. شما ببینین بانک جهانی از سال 2002 در حدود 5.3 میلیارد دلار در قسمت پروژه های بازسازی و انکشافی در افغانستان اینا به مصرف رساندن و قسمی که ما دیدیم هیئت اجرایی بانک در ماه دسامبر 280 میلیون دلار اینا به خاطر کمک های بشردوستانه اینا از صندوق بازسازی افغانستان کمک کردن و در 2 مارچ سال 2022 اینا یک نشست که هیئت اجرایی از اینا داشتن اینا تصمیم گرفتن که در حدود 1 میلیارد دلار از صندوق بازسازی افغانستان در بخش هایی که شما اشاره کردین در بخش صحت، زراعت، همچنان در بخش تحصیلات اینا کمک نمایند. تشکر. استاد مسعود، خب در همین 8 ماه نگاه بکنیم کمک های جهانی هم ادامه داشته و در اون طرف همونطور که آقای قریشی گفت که مسائل در واقع سرنوشت مسائل سیاسی هنوز روشن نیست و در سردرگمی است، اهمیت این پروژه های اعلام شده در شرایط کنونی برای افغانستان چه میتونه باشه؟ خب میشه که دو رقم باشه. و پیش از اینکه من سوال شما جواب بدم، فقط یک چیز به ادامه حرفای قریشی میگم که مردم هم آگاه شوند که ما بانک جهانی تقریبا تمویل 7500 پروژه را قبل از تحول داشت که 500 پروژه زی به ثمر رسید و 7000 پروژه دیگه با 8 میلیارد دلار دیگه که بانک جهانی در حقیقت تعهد داره باقی مانده. معنای گپی است که در صورتی که بانک جهانی بیاید این طرف بیاید، ما تشویقش بکنیم که با در حقیقت نوع چالش ها را تبدیل بکنیم به فرصت ها. متاسفانه که ما در افغانستان نوع مشکل مدیریتی داریم، معنا داره که نمیتونیم که چالش ها را به فرصت تبدیل بکنیم. از این لحاظ اگر ما بدانیم چالش هایی که به وجود آمد از طریق بانک جهانی و مسائل مالی پولی دیگه او را به فرصت تبدیل بکنیم، ما 32 میلیارد دلار همین لحظه در پشت دروازه های ماست که انجام باید انجام شود. اگر توجه کرده باشین ما عمدتاً این آمدن بانک جهانی هم نام پیامدهای سیاسی خود داره، معنا داره که ما پیشتر گفتیم که دشواری های اقتصادی ما در حقیقت ناشی از دشواری های سیاسی است و دشواری های سیاسی ما در حقیقت ناشی از دشواری هایی است که ما با آمریکا و غرب داریم. و بانک جهانی هم در حقیقت رئیس بانک جهانی و بزرگترین سهامدار بانک جهانی ولایت اجرایی متحده آمریکا است که 16% سهم بانک جهانی پیش خود داره که سهم کنترلی است، دارای 84000 رای است. این افغانستان دارای 750 رای و بخش 700 رای و آمریکا دارای 84000 رای است که 16% سهم داره و در پالوش هم که ژاپن و فرانسه و هیچ یار که حساب کنن بسیار میشه، مانا داره که سهمی کنترلی داره. از این لحاظ ما میگیم عمدتا بانک جهانی نمیشه که
ما یکدم خوشباوری بکنیم که آمد و زود کار را انجام داد، بلکه شاید آمد و رفت های وجود داشته باشه و این آمد و رفت ها مربوط بشه با مسائل سیاسی و با عامل سیاسی و برخورد سیاسی که ما انجام میدیم. من فقط یک چیز خدمت دولت انجام میگم، مشوره میتونم که می فرموله که ما در 7 ماه به کار بردیم به خاطر رفع مسئله معضلات سیاسی ما به خصوص در بین منطقه و جهان متاسفانه کارا نبود و در حقیقت نو کونه است. باید ما یک فرمول نو، یک مدل نو که در حقیقت جهان بوده قبول بکنه و بانک جهانی هم بوده بپذیره و در حقیقت مجرد که بانک جهانی پذیرفت، شما متوجه هستین که بانک جهانی عضو کنفرانس برتن وودز است و صندوق وجهی بین ملی با بانک جهانی خوار برادر واره حرکت میکنه و در پاروش هم تجارت سازمان تجارت جهانی هم 3 تا نهاد اساسی است که در حقیقت رفرم اساسی 1995 که در حقیقت دکتورین آقای بوش بود مطرح کرد. از این لحاظ 3 تا نهاد همراه بانک جهانی می صندوق وجهی بین المللی، خود بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی که یا نه داخل با اعتبار بانک جهانی حرکت میکنن و در پاروش خود بانک جهانی که در حقیقت گروه بانک جهانی است که IDFC و در خط کمیته بین المللی و میگا هست، اونها هم داخل میشه و من فکر میکنم که این اگر حرکت بسیار خوب میشه، ولی همگی مربوط میشه به کار خانگی ما. معنا داره که این دفعه خارجی ها کار خود انجام دادن، اینا بانک جهانی دوباره پس آمدن، ما چگونه شرایط آیا برشان معیا میسازیم که دوباره پس برن و یا شرایط قسم معیا میسازیم که باشن و زیادتر کار کنن. از این لحاظ من فکر میکنم که رقابت که بین چین و آمریکا، بین چین و کشورهای دیگه با وجود اومده و چینایی ها همیال هم حرکت میکنن، سرمایه گذاری در جنوب افغانستان در مسئله جلغوزه و ایجاد پروژه های پروسس جلغوزه در خود درون افغانستان، هیچ وقت به ارتباط با حرکت بانک جهانی نیست، به خاطر که شما میفهمید که بانک زیربنایی چینایی ها که 100 میلیارد 1000 میلیارد دلار در حقیقت سرمایه ابتداییشون است که اکثریتش به دست چین است، یک نوع رقابت با بانک جهانی آغاز کردن و از این لحاظ فکر میکنم بانک جهانی هم منیس یک وسیله بسیار قوی مالی غرب در افغانستان با چینایی ها در رقابت میان و اگر بتونه دولت افغانستان که این رقابت در رقابت سالم بسازه، یعنی مانا داره که این رقابت قسم بسازه که به نفع ما باشه، ما زیادتر نفع خواهد بودیم. تشکر. آقای قریشی، چقدر سیاست جامعه جهانی در قبال در بود اقتصادی واضح است؟ این را میخوام توضیح بتین و در کنارش همین پروژه هایی که حالا میگن از سر گرفته میشه به زودی عملی میشه یا نه فکر میکنی زمان میبره؟ خب ببینید، این جای شک نیست که ما فعلا در یک انزوای سیاسی قرار داریم و خود انزوای سیاسی باعث ازی شده که ما با یک چالش بزرگ اقتصادی مواجه شویم و از امون خاطر تمام فاکتورهای اقتصادی ما شما که تولید ناخالص ماست که امروز کاهش به پیشینه داشته، سطح فقر بالا رفته، سطح بیکاری بالا رفته، به مو شکل فعالیت های اقتصادی ما از قبیل شرکت های تولیدی و صنعتی ما بیشترش اینا متوقف شدن، فرار سرمایه از افغانستان صورت میگیره همکنون هم و متشبث ما میل نداره که اونا فعالیت های اقتصادی بیشتر نماین، مغزها از افغانستان بیرون میرن و در عین وقت کمک های جهانی رو دیدیم که متوقف شده به شکل هنگفت و حتی فعالیت های نهادهای عمده که امیال ما بالایش صحبت میکنیم اینا به شکل بی‌پیشینه کاهش پیدا کرده، ولی چیزی که بسیار زیاد مهم و عمده است ایست که فعلا امی خود حرکت بانک جهانی که فعلا اینا اعلان کردن و همچنان دوباره آغاز نهادهای دیگه مانند صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیایی که اینا فعالیت های خود آغاز کنند، البته یک گام مثبت است، ولی باز هم باید اینجا میخوایم که اشاره کنم که چیزی که بسیار مهم است ایست که این کمک هایی که میاید چی طور باید است که به مصرف رسانده شود، چی طور که تمام امی فاکتورهایی را که ما فعلا درش مشکلات داریم از لحاظ اقتصادی، مثلا 3 هدف اصلی اقتصاد کلان اگر ما ببینیم رشد اقتصادی است، اشتغال کامل و ثبات قیمت ها می باشد. متاسفانه
ما در افغانستان در 20 سال گذشته هم با وجود از اینکه ما یک سلسله مشکلات امنیتی داشتیم ولی مشکلات سیاسی بیشتر نداشتیم که جهان ما را به رسمیت میشناخت، کمک ها در داخل افغانستان سرازیر میشد و میامد، ولی متاسفانه همه از اونا را ما فرصت ها را از دست دادیم بله. و چیزی که بسیار مهم است و عمده است ایسته که صنعتی شدن به طور بالقوه واقعا میتواند که تاثیر مثبت قوی را برای ایجاد شغل و در نتیجه کاهش فقر مناسب داشته باشد. و این پول هایی که میآید یک بخش از این را ما میبینیم که مثلا در قسمت صحت به مصرف میرسد، درست است که مثلا معاشات کارمندای دولتی داده میشه یا مثلا در قسمت تعلیم تربیت است که مثلا در قسمت معاشات معلمین است و یک قسمت از این که یک چیزی بسیار مثبت است در قسمت کشاورزی است یا در قسمت زراعت افغانستان است که واقعا این میتواند که بالای تولید ناخالص افغانستان، بالای در قسمت اشتغالزایی و کاهش فقر این یک رول عمده و مثبت ای بازی کنند. اگر ما شما مثلا یک نگاهی بکنیم مثلا بر اساس مطالعه که توسط بانک جهانی صورت گرفته در هندوستان، اگر تعداد فقر ما ببینیم فقر شدید از 22.5% در سال 2011 به 10.2% در سال 2019 ای یک کاهش داشته و ای همه علتش ای بوده که اینا از مو صنایعی که اونا دارن این را بهبود بخشیدن و مثلا در قسمت آهن فولاد، نساجی، پتروشیمی، در قسمت آیتی واقعا اینا را کمک کرده و عین شکل ما در بنگلادش اگر ما ببینیم مثلا زیر خط فقر که تقریبا 24.3% بود، امروز ما ببینیم که تقریبا به 20.5% رسیده که یک بخش بزرگ ازی که واقعا اثر مثبت داشته تشکر. بخش زراعت از اونا بوده یا کشاورزی. جناب استاد، در مورد حالا معارف بانک جهانی پروژه اعلام نکرد، میخوام صحبت هم کردین ولی میخوام پیامدش چی میتونه باشه که اگر این پروژه از سوی بانک جهانی اعلام نشه و بمانه به همین سرنوشت، چه پیامدهایی داره و در کنارش چطور میشه از این پروژه ها به گونه درست استفاده کرد؟ آیا ما میتونیم این کار بکنیم؟ قربان شما، یکی از دشواری های بسیار کلان عبارت از مسئله توزیع کمک ها و مسئله تطبیق کمک ها است. ما عمدتا مشکلی که در بعد از تحول به وجود آمده مسئله تطبیق است، مانا داره کمک ها یک لنگه است، مانا داره که عامل کمک دهنده وجود داره که جهان است ولی عامل تطبیق کننده اش هم خود از اون است و عامل کنترل کننده وجود نداره. در گذشته عامل در حقیقت ما امی چارزول حرکت میدادیم، کسی کمک میگیره، کسی کمک میگیره، کسی که نظارت میده و دولت مانا داره که چارزولی حرکت میکردیم. متاسفانه حال یک زول حرکت میکردن، خودشان کمک میکنن، خودشان تطبیق میکنن و خودشان کنترل میکنن که در حقیقت اینی در حقیقت دشواری کلان به وجود آورده و در حقیقت دولت افغانستان و حاکمیتی که در افغانستان وجود داره خوب است یا خراب است هرچی است خود در حقیقت اینا در حقیقت حاکمیت خود دارن، بدون از اینا حرکت دادنش ما در حقیقت منو زایه کلان است. بله، 20.8% رشد منفی اقتصادی ما داریم. در 20.8% رشد منفی اقتصادی نمیشه که ما در حقیقت یک کمک را انجام بدیم و کنترل و نظارت بالای اون نباشه. از این لحاظ ما میگیم وقتی در زراعت، وقتی در صنعت عامه، وقتی که در خانواده کمک میشه، عمدتا باید حاکمیت مطرح قرار بگیره، نه حاکمیت به صورت مستقیم بلکه به صورت غیر مستقیم. میشه که ما شورا را داشته باشیم، میشه که ما جامعه مدنی افغانستان میشه که دخیل نظارت و کنترل کنیم تا بتونیم، تا نظارت کنترل نشه هدف وجود نمیه، این مادان مدیریت درست نداریم ما بس. از این لحاظ مدیریت کمک های دنیا در افغانستان تا اندازه خدشه پذیر شده نسبت به اینکه دنیا دولت به رسمیت میشناسه و دولت دنیا را، از این لحاظ کمک ها هم به خاطر مردم میه. من فکر میکنم که اگر نوع طرز العمل، نوع راهکار جدید خلق شوه با منظور تطبیق این کمک های دنیا برای مردم، من فکر میکنم که ما نتیجه خود دادیم، در غیر صورت نتیجه خراب خود دادیم نظر به گذشته. تشکر آقای قریشی، همونطور که جناب استاد هم صحبت کردند که یک سیاست واضح و روشن نداریم در بود اقتصادی هم، خب ما چه کار کردن میتونیم، چطور میتونیم همونطور که استاد مسعود گفتن از فرصت ها استفاده بکنیم؟ خب ببینین، اگر ما در 20 سال گذشته ببینیم واقعا سیاست ما شما به شکل تصنعی بوده، اقتصاد ما به شکل تصنعی بوده، زندگی اجتماعی ما به شکل تصنعی بوده و یکی از علتهایی که ما امروز در چنین
حالت بد اقتصادی قرار داریم، سیاسی قرار داریم و همچنان اجتماعی قرار داریم، امی بوده که ما از فرصت‌های گذشته نتوانستیم استفاده کنیم. شما ببینیم که در تمام دنیا در طول تاریخش به مقدار پولی که در افغانستان سرازیر شد که تنها به خاطر افغانستان در حدود بیشتر از 140 میلیارد آمد بدون مصارف قوای بین المللی که او همچنان نقش عمده در اقتصاد افغانستان داشت، ولی امروز ما میبینیم که در اون نقطه صفری قرار داریم و ما نتونستیم که از او به شکل درست استفاده کنیم، به این معنا که ما نتونستیم که تولید ناخالص خود به شکل از حالت تصنعی که از ابتدا آغاز شد به شکل طبیعی او را ما ببریم، که با ایجاد باعث از این میشد که ما امروز یک صنعت خوب می داشتیم، ما یک تولید خوب می داشتیم و ما امروز به این یک سونامی اقتصادی که مواجه هستیم که دست پاچه هستیم و حتی نمیتونیم که معاشات و یا بعض ضرورات دیگه که در یک جامعه رکن عمده و مهمه داره ما او را برآورده بسازیم و هنوزه هم ما ضرورت به کمک های خارجی داریم و به خاطر از این مسائل، به خاطر کاهش فقر، افغانستان باید از بیشتر در گذشته در قسمت تقویت زراعت، سرمایه گذاری در توسعه انسانی و مدیریت ازی و کاهش خطرات که آسیب پذیری مردم فقیر را افزایش میداد، بالای ازی باید از بیشتر تمرکز میکردن و از فرصت ها استفاده میکردیم و متاسفانه ما نتونستیم که یک سیاست پولی خوب داشته باشیم، ما نتونستیم که یک سیاست مالیاتی خوب داشته باشیم، چون فساد گسترده‌ای که در افغانستان وجود داشت این واقعا آسیب پذیر ساخته بود اقتصاد افغانستان و او مستقیما بالای زندگی مردم تاثیر منفی داشت و حتی ما نتانستیم که در 20 سال گذشته که استاد بزرگوار اونا میفهمند که ستون فقرات یک مملکت بخش اقتصاد مالیش است، ما به نام فینانشل اکونومیکس میگیم که این موضوع را چند بار مطرح کردیم و تمام کشورهایی را که امروز شما ببینین در حالت خوب قرار دارن، اونا برخوردار از یک نظام مالی بسیار خوب هستند. تشکر جناب استاد، از شما هم جنبندی بگیریم، پس از این بایدها چی باشه؟ قربان شما، ببینید که عمدتاً بانک جهانی وقتی که میایه در پاریس آرتیف هم میآید، یعنی مراد کنفرانس در قد و صندوق کمک های دنیا هم در قد کنفرانس دیروزا دایر میکنند راجع به مردم افغانستان، راجع به اقتصاد افغانستان، راجع به فرورفتگی اقتصاد افغانستان و جلوگیری از فرورفتگی بانکی. لذا من فقط یک چیز برای دولت بازم میگم که لطفا سیاست کنه، از این لحاظ ما دقیقا باید چالش ها رو به فرصت تبدیل بکنیم، نمیشه که یک دنده کار کنیم، از این لحاظ ما باید فرمول های نو رو یاد بگیریم و در پاریس هم خط سار، خط خاکستری و خط سبز به وجود بریم. از لحاظ اقتصادی جناب قریشی من میفهمم، شما خوب بهتر میفهمین که دوستای ما که متخصص خوبتر میفهمن که خط سرخ ما، خط سرخ اون منافع ملی ما است، ولی خط خاکستری ما در حقیقت اون خط خاکستری است که میتونه ما از او بگذریم و خط سبز اون خط است که ما شما میتونیم اون رو به دست بیاریم در مقابل چیز از دادن. از این لحاظ من میگم که در صورتی که شما بانک جهانی رو مدیریت کنید، همی چیزی که نامدن و در حقیقت اینا را خوش آمدید بگوین و کار درست راش انجام بدین، اونمو کشورهای دیگه که در ارتیف امین لحظه کنفرانسش در راجب افغانستان دایر است با 1,550 میلیون دلار دیگر داخل افغانستان میشن و در حقیقت مردم افغانستان میتونن باور، اگر هیچ چیز نکنن، اگر هیچ کمک نکنن، تنها باور خو میتن دیگه. ما عمدتاً باورها را از دادیم، ما در حقیقت امو فکر از دادیم، آرامش از دادیم، باورها میتونه آرامش به وجود بیاره، آرامش میتونه که کمک کنه مسائل اقتصادی ما را. قربان شما. و به حد 30 ثانیه آقای قریشی. خب ما خوشبین هستم که با آغاز فعالیت های ایسی پروژه بانک جهانی و همچنان در قسمت تجسس و همچنان حرکات مثبت امارات اسلامی بتانند که یک مقدار کمک های دیگر را در افغانستان جذب کنند که تا ما فاجعه انسانی که امروز روبرو هستیم از این نجات پیدا کنیم. بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز، سید سیار قریشی رئیس پیشین اتحادیه سراسری بانک های افغانستان و سید مسعود استاد دانشگاه. خوش آمدیم به بحث امشب. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم.